سلام در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های آموزشی شرکت مهاجرتی اینکیوبیت در این بخش می خواهیم به مقایسه برنامه سرمایه گذاری در دو کشور کانادا و آمریکا بپردازیم. خیلی از مبکرین ما, ما سوال کردن که واقعا کدوم یکی از برنامه های سرمایه گذاری این دو کشور بهتر هستش؟ پاسخ به این سوال چندان آسان نیست. هر کدام از این در واقع دو کشور برنامه های سرمایه گذاری متفاوتی دارند، شرایط و درخواست های متفاوتی دارند و ما در اینجا سعی می کنیم تا مقایسه در برنامه سرمایه گذاری دوستان رو انجام بد... دو کشور رو انجام بدیم تا بتونیم اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار بدیم تا شاید تصمیم بهتری بگیرید. برنامه سرمایه‌گذاری کشور کانادا به این صورت هست که فرد باید خودش به صورت مستقیم و فعال بیزینسی رو راهاندازی کنه و درش در واقع فعالیت داشته باشه یعنی نظارت مستقیم در مرحله اجرایی داشته باشه و خب مسلما مسئولیت ریسک در واقع با خود فرد سرمایه‌گذار هستش فرد باید بتونه سابقه یه مدیریتی خوبی رو ارائه بده چرا که در واقع این افراد میخوان ثابت بکنن در کشور مبدع خودشون سابقه خوب مدیریتی دارن و خب حالا مایل هستن که در کشور کانادا هم در امر سرمایه گذاری فعال و فعالیت مستقیم داشته باشن این افراد چنانچه یک برنامه سرمایه گذاری استانی خاصی رو انتخاب بکنن باید در همون استان هم سکونت بکنن چرا که میخوان در, واقع اون در اون استان کسب و کار را راه اندازی بکنن سرمایه‌گذاری ها در استان ها میتونه متغیر باشه مبالغی که باید در واقع سرمایه‌گذاری بشه ولی در واقع این مبالغ از 125 هزار دلار کانادا تا 500 هزار دلار کانادا نسبت به استان ها متفاوت هستش افرادی که بتونن تسلط خودشون رو به زبان انگلیسی و یا فرانسه اثبات بکنن میتونن امتیاز بیشتری دریافت بکنن اگر افراد بتونن سابقه خوب مدیریتی ارائه بدن باز میتونن امتیاز بیشتری دریافت بکنن و همچنین افرادی که در واقع تحصیلات عالیه دارن میتونن مدارکشون رو ارائه بدن و خب این هم کمکشون میکنه برای بالا بردن امتیازشون محدودیت های سنی وجود داره یعنی برای بیشتر برنامه های استانی محدودیت سنی وجود داره که در واقع افراد از چه سنی تا چه سنی میتونن اقدام بکنن ولی به صورت میانگین این محدودیت سنی از 21 سال تا 59 سال هستش 21 سال تا 59 سال از طرف دیگر ما برنامه های سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا رو داریم سرمایه گذاری بدون دخالت و نظارت مستقیم فرد سرمایه گذار صورت میگیره یعنی مبلغ سرمایه در اختیار مرکز منطقه قرار میگیره تا به جای فرد امر سرمایه گذاری رو انجام بدن و خب طبیعتا ریسک پایینتری رو برای فرد سرمایه گذار داره از طرف دیگه برای این استان احتیاج به در واقع ارائه مدرک مدرکی دال بر تجربه کاری و تجربه مدیریتی فرد نخواهد بود فرد احتیاجی نیست که مدیریت مستقیم برای بیزینسش داشته باشه این در واقع امر سرمایه گذاری از طریق مرکز منطقه ای صورت میگیره فرد آزاد هستش که در هر کجای کشور که میخواد زندگی کنه چرا که در واقع پول رو مبلغ سرمایه رو به مرکز منطقه ای سپرده تا اونها جاش امر سرمایه گذاری رو انجام بدن سرمایه گذاری از طریق برنامه B5 در ایالات متحده ای آمریکا مبلغ 500 هزار دلار هستش 500 هزار دلار آمریکا که در پروژه های مورد تایید دولت باید انجام بشه در این برنامه سرمایه گذاری از فرد متقاضی درخواست نشده که مدرک زبان ارائه بده و همچنین مدرک تحصیلی هم الزامی نیست یعنی فرد احتیاجی به ارائه مدرک تحصیلی نداره در واقع میتونیم بگیم که در کشور کانادا فرد خودش به صورت مستقیم بیزینسش رو انجام میده یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنه پس در نتیجه میتونه براش سودآور هم باشه یعنی درسته در عین حال که خب باید سابقه مدیریتیش رو ارائه بده در عین حال که خب تا حدودی محدودیت داره در استان مربوطه زندگی کنه اما در عین حال میتونه بیزینسش رو خودش به دست بگیره و خب اگر سودی هم باشه طبیعتا شامل حال خودش میشه و خب سرمایه گذاری هایی که انجام میشه میتونه با مبالغ کمتر انجام بشه برای آمریکا فقط یک گزینه وجود داره اون هم سرمایه گذاری به مبلغ 500 هزار دلار آمریکا هست اما برای کانادا مبالغ میتونه متفاوت باشه بعضی از استان ها مبلغ سرمایه گذاری با... که باید انجام شه 125 هزار دلار هست 150 هزار دلار هست تا 500 هزار دلار پس در واقع گزینه های بیشتری وجود داره افرادی که در واقع مایل هستن سرمایه گذاری کمتر از 500 هزار دلار انجام بدن و خب فکر میکنن که بتونن روی بیزینسی که در واقع تاسیس میکنن مدیریت داشته باشن به سابقه مدیریتی خودشون ایمان داشته باشن میتونن از طریق برنامه های سرمایه گذاری کانادا اقدام بکنن و همچنین طبیعتاً خب اگر که در واقع تسلط به زبان انگلیسی داشته باشن هم بهشون کمک میکنه تا بتونن بیزینسشون رو راحت تر اداره کنن و هم خب طبیعتاً بهشون کمک میکنه تا در پروسه مهاجرتی امتیاز بیشتری کسب کنن و خب از طرف ایالات متحده ای آمریکا در واقع سرمایه‌گذاری بدون دخالت مستقیم خودشون صورت میگیره ولی خب طبیعتاً سوداوری هم نخواهد داشت خب افراد احتیاجی نیست سابقه مدیریتی ارائه بدن اما اصل و مبلغ سرمایه‌گذاری 500 هزار دلار آمریکا هستش با توجه در واقع به ویژگی هایی که گفته شد افرادی که مایل هستند به در واقع به کشور آمریکا یا کانادا مهاجرت کنن بهتر است که این موارد رو در نظر بگیرن تا انتخاب مناسب تری داشته باشن هر گونه سوالی در مورد برنامه های مهاجرتی از طریق برنامه های سرمایه گذاری برای آمریکا و یا کانادا دارید لطفا با ما در میان بذارید و ما خوشحال میشیم که پاسخگوی سوال های شما باشیم با تشکر از شما بابت تماشای برنامه های آموزشی شرکت مهاجرتی اینکیوبیت